شبهای گذشته در رابطه با اثبات معاد از نظر عقل و شرع و مشاهدات عینی صحبت کردم. اگر لجاجت در کار نباشد امکان معاد ثابت گردید. بعداً در رابطه با دلایل معاد عرائض تقدیم کردم که یکی از دلایل معاد عدل است و دیگرش حکمت الهی است که متاسفانه نتوانستم به خاطر ضیق وقت علت حکمت الهی را هم عرض کنم و مقدار عدالت الهی را به عرضتان رسانیدم. امشب میخواهم در رابطه با مراحل معاد با شما صحبت کنم. عرض کردم که معاد از ماده عود و معنای برگشتن یعنی مردن و دوباره زنده شدن است. این معاد مراحلی دارد، خصوصیاتی دارد که ما خصوصیات عالم معاد را درک کرده نمیتونیم. چرا؟ هر کس در هر عالمی هست، در هر مکان و هر مقامی که هست ادراکش خصوصیات همون عالم را درک میتونه، خارج اون عالم را ادراکش درک کرده نمیتونه. مثل اینی که طفل تا در رحم مادر است در عالم رحم است، تنها خصوصیات عالم رحم را درک می کند، برای او قابل درک نیست که غیر از این عالم عالم دیگری است، دنیای فضای لایتناهی هست، غذاهای گوناگونی از قابل درک نیست. از نظر او همه عالم رحیم عالم بسیار وسیع است و غذایش بهترین غذا هست. او از این عالم چیزی نمیفهمد. ما همچون در رحم دنیاییم، از اون عالم غیر این عالم نمی توانیم که خصوصیاتش را دریابیم و درک بکنیم. ما در عالم ملکیم، از ملکوت نمی توانیم چیزی را ما بفهمیم مگر اینکه اعتقاد در غیب و فرمایشات پیشوایان دین خودمان داشته باشیم. خب یکی از مراحل معاد عرض کرده بودم که مرگ است. این مرگ چیست؟ چیست این مرگی که می آید بساط زندگی یک انسان را به هم می پیچد
او را از زن و بچه و اولاد و مال و منال و قصر و قصور و هر چی دارد جدا می کند، می برد، همه چیز بجاش می ماند. این مرگ چیست؟ در رابطه با شناخت مرگ، علما، دانشمندان، فیلسوفان، اهل تحقیق و تدقیق نظریاتی بسیار دادن که بعضی نظریاتشان معقول و بعضی نظریاتشان معقول نیست، مردود است. برای اینکه کارکشای این معضله در ضمن نظریات مختلفی که وجود دارد بهترین راه شناخت مرگ قول خود خداست. خدا خالق مرگ و حیات است. او از همه خوبتر و بهتر میتواند که مرگ و حیات را معرفی کند و بعد فرمایشات پیشوایان دین بهترین معرف شناسایی مرگ و حیات می شود. خداوند اینطوری می فرماید: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آن خدایی که خلق کرد مرگ و زندگی را، موت و حیات را چرا خلق کرده؟ دلیل چیه؟ برای چیه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ و حیات خلق کرد تا بیازماید که کدام یک شما از حیث عمل نیکوتر هستین. از مفهوم این آیه برداشت میشه که خدا میگه که مرگ و حیات آفریدم که شما را ازمایش کنم، بیازمایم. فهمیده میشه که خلقت حیات برای عمل، خلقت مرگ برای بردن انسان به سوی عمل است. مرگ انسان را از این دنیای مادی در اون سرای اخروی و ملکوتی منتقل میکند. کارش اینه. پس میتونیم که بگیم مرگ اولین، مرگ آخرین منزل دنیاست و اولین منزل آخرت همین مرگ میبوده باشد. یعنی مرگ یعنی وسیله انتقال از این عالم به سوی عالم دیگر است. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این زمینه می فرماید: فسابقوا رحمكم الله منازلكم التي امرتم ان تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها. پس به سوی منازل خود پیشی گیرید، خدا رحمت کند شما را، منازلی که مأمور گشته اید تا آن را آباد کنید.
از این فرمایشات امیر المؤمنین فهمیده میشم که مرگ وسیله انتقال است و ضمناً میفرماید که مأمور است این شما مرگ شما را به اون منزل ابدی میبرد. شما مأمور هستین که اون منزل، اون خانه ابدی خودتان را آباد کنید. این را امیر المؤمنین میفرماید. آباد کردنی خانه آخرت و عمل کردن به قانون خدا و قرآن است. قوانین الهی زیاد است که به هر یک اونها اگر انسان عمل بکند با اون عملش اون خانه آخرت آباد میکنند. یکی از قوانینی که مستلزم آباد ساختن خانه آخرت می شود احترام و پدر و مادر است که در این زمینه گرچه من بارها در رابطه با حقوق پدر و مادر صحبت کردم، باز هم در زمانی که جناب آقای فقیهی تشریف داشتن از اونها تقاضا شد صحبت کردن، باز متقاضیانی پیدا شد که منم امشب در رابطه با حقوق پدران و مادران مقدار صحبت داشته باشم تا آگاهی های برای اونهایی که آگاهی ندارن در این زمینه پیدا بشود. برای همه شما، مخصوصا برای جوانان، دختران، هر کس که از نعمت والای پدر و مادر برخوردار هستن، عرض می کنم که احترام به پدر و مادر سبب آباد کردن خانه همیشگی شما در عالم آخرت خواهد بود که با او عمل کنید و هم خداوند در چندین آیه قرآن برای فرزندان توصیه می کند که به پدر و مادرتان احترام داشته باشید. تا جایی که من دیدم در چهار جای قرآن خدا تأکید می کند که ای نسل بشر، ای مسلمان، ای جوان، ای پیر، هر کی که مادر و پدر دارید مادرتان را احسان کنین بهش، پدر احسان کنید. لا تعبد الله الا الله و بالوالدین احسانا، غیر خدا را عبادت نکنید و به پدر و مادر احسان کنید. باز در آیه دیگر میگه و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، خدا را عبادت کنید، شریک بر او قائل نشوید و پدر و مادرتان احسان کنید. در جای دیگه میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ببینید خدا چی میگه. قرآن فریاد میکنه قضا ربک، پروردگار شما دستور دادم
که او را عبادت کنید، غیر او را عبادت نکنید. بعد از آنی که خدا از خود سخن میگه که میگه مرا عبادت کنید، غیر مرا عبادت نکنید، چی میگه؟ و بالوالدین احسانا، و پدرتان با مادرتان احسان کنید. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، هرگاه پدر و مادر یکیش پیر شد یا کلاهما یا دوتاییش پیر شد، در اینجا عندك الكبر احدهما او کلاهما، هم مادر پیر شد هم پدر پیر شد، حکم خدا چیه؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما. شما در برابر پدرتان مادرتان یک اف هم نگوییم. کی؟ وقتی که بابا پیر شد، حرفهای گفت که با مذاق شما خوب نیامد، مادر ضعیف شد، حرکات انجام داد که از نظر شما درست نیست، میگه شما دیگه حق اعتراض ندارید. اگر فرض کنیم پدر یک سیلی به صورت پسر زد، دیگه پسر بوکسمن او را بوکسکاری نکنه. ولا تقل لهما اف، یک اف هم حق ندارین بگین، و صدایتان بر اونها بلند نکنین. قل لهما قولا کریما، با اینها با زبان لین و نرم صحبت کنید. اگر صحبت کردید و پدر و مادرتون احسان کردید، چی میشه؟ یکی از مفادش اینه که اگر دعای اونها را گرفتیم خار نمیشیم. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیه، دعوت الوالد علی ولده و دعوت المظلوم علی الظالم و دعوت المسافر. حضرت محمد مصطفی فرمود سه دعا هست که مستجاب میشه، هیچ شکی در استجابتش نیست. یک دعای مظلوم دربار ظالم، دعای مسافر که در سفر مشروع باشه، دعای پدر و مادر در حق فرزند. اگر احترام کردیم دعای او رو میگه خیلی ارزش داره با شما. میدانید که اگر پدر و مادر را شما بهش ارزش قائل شدین، یقینا که این قرار تقاضا میشه حرفهای هست در جامعه، شاید بچه ها و دخترهای باشه که با پدر و مادر احترام نکنه، بگه وظیفه بود ما رو بزرگ کردی، الان با ما چه رب داره، مشکل خودت هست و با ما حق نداری. این حرفا وسوسه های شیطانیه. اگر به امر خدا اطاعت شود، به پدر و مادر احترام قائل شود، او در خود دنیا و در آخرت ذلیل نخواهد شد. و حتی ببینین اگر در آیت دقت بکنین، یک چیزی دیگه هم از لابلای آیه فهمیده میشه که خداوند اینطوری میفرماید در این آیه بلغن عندک الکبر احدهما، میگه عندک مادر یا پدر و مادر در نزد شما اگر پیر شد اوف نبین. در نزد شما یعنی چی؟ یعنی در خانه خود شما اگر پیر شد، نه با اون جایی که پیر مردا و پیر زنها را میفرستند.
با خانه خودت کوشش کن که پدرت را مادرت را حفظ کنی. کلمه عمده آمده در از آیه مبارکه است که در نزد خود شما باشد و یک اوفا بهش نگیم. در صورتی که امکان داشته باشد وظیفه هر پدر، وظیفه هر فرزند، وظیفه هر دختر این است که پیش از این که در اون جای سال خوردگان اونجا بفرستد در خانه خودش در خدمت پدر و مادر باشد. ولی یک زمانی اگر مشکل باشد اون مسئله بعدی است که دربارش باید صحبت شود. ولی اگر شما موفق گردیدی، به تو برادر میگم، به تو خواهر عرض میکنم، موفق گردیدین که به پدرتان به مادرتان احسان کردید، خانه آخرت آباد. یک طرف امام حسین هم از اون کسی که احترام به پدر و مادر دارد سخت راضی هست و استقبال میکند. در کتاب مطالعه کردم، یکی از علما در نجف اشرف به نام آیت الله مشکور معروف بوده، یک شب در خواب میبینه که یک جوان عرب وارد صحن امام حسین علیه السلام گردید و امام حسین به استقبال او رفت، با تبسم احوال پرسی کرد. این بچه هم تبسم میکنه، امام حسین هم تبسم میکنه. خواب دیده دیگه. از خواب بیدار شد و شب جمعه شد و بر حسب اتفاق و تصادف رفت از نجف در کربلا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام. در داخل حرم در یک گوشه نشست و مشغول عبادت و دعا گردید. یک مرتبه دید که عموی جوان عربی که در خواب دیده بود وارد شد، در مقابل زریح امام حسین ایستاده شد، با لبهای متبسم سلام داد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی دید شناخت. در خواب هم امام حسین دیده بود، همین پسرها رو دیده بود. الان که در بیداری تنها این پسر دید، فهمید عمو پسره. ببینه چی کار میکنه این پسر. دید معمولی آمد دو رکعت نماز خوند و دعایی کرد و بیرون شد. این عالم هم پشت سرش بیرون شد. گفت جوان، من درباره تو یک خواب دیدم، تو به ما بگو که تو با امام حسین چه رابطه برقرار کردی؟ آقا نمیدونم شما چی میگین؟ با امام حسین چی بر رابطه برقرار کردم؟ گفت من خواب دیدم که تو به این حرم آمدی، امام حسین به استقبال تو آمد، با لبهای متبسم با هم احوال پرسی کردید، تو چی کار کردی که به این مقام رسیدی؟ چه رابطه داری؟ اینه که گفتی جواد، گفت نه، من کدام کار فوق العاده نکردم، فقط پدری دارم و مادری دارم. هر شب جمعه به نوبت یک شب پدرم می آوردم به زیارت قبر امام حسین، یک شب جمعه دیگه مادرم می آوردم. در شب از شبهای جمعه نوبت بابا بود، پدر را در مرکب سوار کردم که در حرم امام حسین علیه السلام مشرفش بسازم. هوا ابری و بارانی بود، دیدم مادر آمد، گفت منم میرم. گفتم مادر، نوبت شما گذشته، یکی هوا هم بارانیه،
این حیوانم دو نفر حمل کرده نمیتونه. شما در هفته آینده گفت نه الا و نابود لابود باید امشب ما بر امروز برم به سوی قبر امام حسین، شاید زنده نباشم تا هفته آینده. دیدم مادرم اصرار میکنه، بابا را بر مرکب سوار کردم، مادر را به دوش خود حمل کردم، یعنی پشت کردم، افتان خیزان خود را رساندم در داخل حرم امام حسین. که رسیدم خودم دیدم امام حسین برای ما آمد، سلام دادم، همه قسمی که تو خواب دیدی سلام من امام حسین علی گرفت، با تبسم با هم احوال پرسی کردیم. الان هر وقتی که من میایم در حرم امام حسین با تبسم سلام میدهم. فهمیده شد که چرا زوال که زیاد میره، امام حسین در رای این جوان چرا میآید، چرا با تبسم با او احوال پرسی میکند. این جوان چی کار کرده؟ این جوان خدمت پدر و مادر انجام داده. ببینیم که خدمت پدر و مادر چقدر ارزش دارد که تا این حدی که امام حسین علیه السلام به او ارزش قائل میشه. اینو در نظر بگیریم. ولی اگر بالعکس کسانی که به پدر و مادر خدای نخواسته به احترامی نه ظلم کنم، خدا میدانه که نه تنها که خانه آخرت چه خراب میکند، خود منفور میسازد، بلکه او به کیفرهای سوزانی گرفتار میشد. یک جوان لاوبالی و سرسری که نه درس خوانده و نه کار کرده و بار دوش پدرم، در مکه معظمه زندگی میکنم، یک روز آمد پیش بابا، بابا با ما پول بریم. بابا یک کیسه پول داشت. پدر گفت پسر جان این پولی که تو دیدی ذخیره به اینه که تو را داماد بسازیم و کارهای لازم خرج کنیم، این اگه برای تو میدم تو به جهت خرج میکنی، دیگه ما دارایی نداریم و لحاظا از دادنش معذور هستم. بگو نه الا اولا بود. پدر مقاومت کرد، پسر حمله کرد، یک لگد به کمر پدر زد، کیسه پول را گرفت و فرار نمود. پدر صدا کرد ای پسر که تو با ما این ظلم کردی، من در کعبه میرم در پیشگاه خدا از تو شکایت میکنم. این جوان فرار کرد، پدر در کعبه آمد نفرین کرد، خدا نکند آیان، خدا نکند کاری بکنین که دهن پدر مادر لک شود شما را نفرین کند. اگر نفرین کند بدانید و بفهمین که با مشکلی بزرگ مواجه میشید شما. این نفرین کرد پسرشم، پسر یک قسمتی بدنش فلج شد، فهمید که این نیست مگر به اثر نفرین بابا. آمد خدا به قدمهای پدر انداخت، بابا بد کردم، غلط کردم، حالا دعا کن که فلج شدم خدا به من شفا بده. پدرم باز دلش سوخت، عاطفه پدری به جوش آمد، گفت جوان تو بد کردی ولی من باز هم تو را دعا میکنم، اما کجا؟ مرا ببر به خانه خدا برسان، در مسجد الحرام بهرای شفای تو دعا میکنم. خیلی خوب شطور را آماده کردن، عربستان را دیدیم، کوهستان، الان کوهستان، اون زمان ها که تمام کوه بودن،
شطور در قسمتی از راه رم میکنه، بابا به زمین میفته، سرش به سنگ اصابت میکنه، میمیره. پسر پدر دفن کرد، خودش لنگان خیزان در بیت، در خانه خدا، در مسجد الحرام رسانید. در یک شبی که تاریک، الان برپای اونجا اون زمان ها که برق و چراغ و شمع اجزام نبود، تاریک بود. در مسجد الحرام در یک گوشه مشغول داد بیداد و گریه و ناله و فریاد، از سوز دل داد میزند، در پیشگاه خدا می نالد، طلب عفو می کند که از شانسیو امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام حسن با علی یک جا در بیدر مسجد الحرام حضور دارد. شب تاریکه، اما صدای دلخراش ای جوان به گوش علی می رسد. امیر المومنین به حسن امر کرد، حسن جان برو بیبی ای کیه که این طور از سوز دل فریاد می کند و الله الله بگه؟ چی مشکل داره؟ به چی درد مبتلا شده؟ به کدام مرض بی درمان مبتلا شده که این طوری داد می زند؟ امام حسن آمد دید که بله، یک جوان در یک تاریکی افتاده و هی داد میزنه و فریاد میکنه. امام حسن علیه السلام فرمود ای جوان، ایها الفتا یجب امیر المؤمنین علی علیه السلام. خدا بچه گه که جوان بیا تو را علی طلب داره. علی گفتاریم فورا خودش را حرکت داد، با یک مشکل پیش مولا رسید که عشق میریزد، گریه میکنه، ناله دارد. امیر المومنین پرسید جوان چی شده؟ با چی مصیبت گرفتاری که این طوری در پیشگاه خدا مینالی و زاری میکنی و طلب مغفرت داری؟ گفت یا علی، گناهی بزرگی مرتکب شدم. گفت چه گناه؟ داستان را نقل کرد، بالگت به کمر بابا زدم، بابا مرا نفرین کرد، از بابا رضایت گرفتم، بابا را آوردم که در خانه خدا در مسجد الحرام مرا دعا کند، بابا در را مرد، الان من اینجا آمدم، هر چی داد میزنم خدا به من رحم نمی کند. آقا امیر المومنین آلا که فهمیده شد پدر تو راضی بودم در دن... از دنیا رفته، ما به حق دعا میکنم، اما حسن سرت بره نکن. آقا امیر المؤمنین دست بلند میکنه، دعا میکنه، خدا او رو شفا میدم. او به علی رسید این کار شد. اگر پسری که به پدر اینجا ظلم کند بدا به حالش، چه کیفری برای اونها متصور خواهد بود؟ تنها پدر نی، مادر همین قسمه، حقوق مادر نسبت به پدر بیشتر است. شخصی خدمت پیامبر اسلام آمد گفت که یا رسول الله، بین پدر و مادر، فارسیش بگم، با کدامش اول بر و خوبی و نیکویی کنم؟ حضرت فرمود امک، با مادرت. گفت بعد از مادر با کی؟ گفت امک، مادرت. بار سوم گفت بعد با کی؟ گفت مادرت. با چهارم که گفت بعد با کی خوبی کنم؟ گفت پدرت. یعنی سه مرتبه توصیه در احترام مادر میکنه، یک مرتبه توصیه و احترام پدر میکنه. میخواهید که شما هم خانه آخرت شما آباد باشد، فقط سعی بکنید که در زندگیتان
پدر و مادرم راضی نگه دارید. با خدا متاسفم که در اکثر جای ها میرم کسایی میبینم و تلفن ها هم که به گوشم میرسد و این بار صحبت کن و این بار صحبت کن. ما هم که میگیم خدا توفیق گفتن و ما توفیق یاد گرفتن و عمل کردن با او جوانانی که با مادر به اعتناع است عنایت بفرماید. سلام آمین 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 آمین. اول مقصد دون نشید، مرگ عامل انتقال است. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اما چند نفر فداکاری که با حسین باقی مانده بود که راستی آماده شده بودن که در رکاب امام حسین علیه السلام باید قربانی بشه، اینا حضرت آمد گفت ای یاران وفادار من که آماده مرگ شده ای، من به شما میگم که مرگ پولیست که شما را از این خاری و ذلت، از این زندان به کاخ در باغ ها میبرد که دشمنان شما را از کاخ در زندان میآورد. مرگ یک وسیله انتقال است که شما را از این دنیا میبرد کجا؟ در عالمی که در اون عالم آرزو میکنن که برسیم، که اون چیست؟ عالم بهشت است، بهشت برزخی است، بهشت قیامتی است، با اونجا میرسادن. باز امام حسین علیه السلام این جمله رو گفت، فرمود که من از پدرم شنیدم، پدرم از رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه پیامبر فرموده که الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندان است، پیامبر گفته برای کافر بهشت جنت است. چرا؟ مقامی که مؤمن در قیامت داره، اون مؤمنی که پدر و مادر را احترام کرده، نماز خوانده، امر خدا را اطاعت کرده، مقامی که در بهشت دارد، نسبت به اون مقام هر گونه زندگی مرفهی که در دنیا داشته باشه برای او زندانه. اما اینمی دنیا بهشت است برای معصیتکارا و کفار نسبت به او عذابهایی که در او دنیا دارد. این خیلی غنیمت برش، این بهشت گفته میشه برای او. بعد فرمود که مرگ را جدم فرموده که پولیس که مردم را، نیکان را از طریق این پول و قصرها میرساند، دشمنان را از طریق همین پل به عذاب و جهنم الهی میرساند. پس ببینید مرگ چی شد؟ مرگ بشناسیم، مرگ نیست مگر یک وسیله انتقال. این یک مرحله از مراحل معاد بود که با شما عرض کردم که مرحله اولش چی بود؟ مرگ بود. تا همین مقدار عرض کردم کفایت میکنه. مرحله دوم معاد قبر بود. قبر چیم؟ قبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفرات نیران. قبر یا یک باغ از باغستان بهشت یا یک گودالی از گودالی های جهنم. گفته بودم چند شب قبل وعده داده بودم که در قبر چند تا سؤال هم. یک سؤال این بود که ما معتقد هستیم که در عالم قبر
سؤال و جواب موجوده، نکیر و منکر سؤال میکنه از مردم. اما هستن کسانی که میگن نه، در قبر نه پرسش است، نه پاسخ است، نه حرف زدن است. دلیل آوردن، میگن ما مرده ای را در دهنش آرد ریختیم یا غذا با زیر لبهاش گذاشتیم، دو روز بعد قبر را شکافتیم، رفتیم مشاهده کردیم که هر چیزی که ما گذاشته بودیم زیر زبان این میت سر جایش بود، نه زبان تکان خورده، نه دهان باز شده، نه لبها تکان خورده. فهمیده میشه که نه سؤالیست نه جوابیست. این را شبهه میگندازن. ولی در پاسخ ما میگیم که شما در این مراحل مرگ و معاد اشتباه گرفتیم. شما چه کار کردیم؟ شما آرد یا غذا را در دهن جسم گذاشتیم، در حالی که سؤال از جسم نیست، سؤال از روح است. روح میدانین او هم نطق دارد، او هم بیان دارد، او هم حرکت دارد. گمان نکنید که تنها ما با زبان حرف بزنیم، روح هم نطق دارد. شما در خواب هستین، در عالم خواب داره با یک عالم صحبت میکنید، در بعضی جای رفت و آمد میکنید، تنیتان مابین بستره و زبانتان هم تکان نخورده، دهنتان باز نشده. بعضی دهانها که همون قسمی که لب بلب چسبیده خواب است، اصلا باز نشده. بعضی دهانها هست که در خواب خوب باز میبانه، همونطور که باز بوده همونطور باز مانده، در حالی که نطقها کرده، صحبتها کرده، زبانش تکان نخورده. در اینجا در اون موقع هم روح جواب میده، این موقع هم روح صحبت میکنه، ولی این زبان ما بین بستر که ما هستیم این تکان نخورده. اما قسم که چه تکان نمیخوره، اونجا هم تکان نمیخوره. این جوابی است که در رابطه با اون شبهه آنها که سوال از روح هست، نه این که از این جسم بوده باشد. بعد دیگه سوال این بود که فرض کنیم این پاسخ و پرسش باشد، نفعش چیه؟ مفادش چیه؟ که نکیر و منکر بیاید و بپرسد که دینی چیست و خدایی چیست و پول از کجا پیدا کردی و کجا خرج کردی و عمر چی شد. چرا این سوالها رو بکنه؟ خدا که میدونه. نیازی نیست که نکیر و منکر بیاید سوال بکنه. خدا هم فاسق میدانه، هم مؤمن میدانه. ما در پاسخ این شبهه میگیم که این پرسش و پاسخ بهترین مفاتهایی دارد، منتها در بین مؤمن و غیر مؤمن فرق قائل میشم. وقتی که مؤمن از دنیا میرم، در قبر دفنش میکنم، نکیر و منکر میآید. چطور میآید؟ با لباسهای فاخرم، با معطر به عطر بهشتی، با لبهای متبسم به طرف این میت میآید که از دیدن اون نکیر و منکری با اون اوصاف و با اون معطری و با اون زیبایی که دارد، یک مفادش این است که این میت مؤمن نعمت احساس میکنه، خوشحال میشه. مفاد دیگر پرسش و پاسخ اینه که او بچه مسلمان، اون مؤمنی که اصول قوانین دینی را بلد است، یاد گرفته، آماده هست،
که کسی از او بپرسه که خدای کیست و دین چیست تا جواب بگم. این اصلا منتظره هر چی زودتر پرسش شود، مثل پسری که در مکتب میرن. ببینید بچه ها که در مکتب میرن، یک بچه خوب درس خواندن، خوب زحمت کشیدن، هر چیز را حفظ کردن، وقتی که امتحان فرا میرسد آقا معلم میاد که امتحان بگیرد، یه هر چیز سعی میکنه که زودتر از او بپرسه، که از او بپرسه، او یاد داره، از خود امید داره که جواب بگویه تا لیاقتش را هم ابراز بکند و حظ هم ببرد. این بچه ای که درس درست خونده، در موقع پرسش و پاسخ که جواب میگه حظ میبره، لذت میبره، کمالش را با مردم ارائه میکنه، پیش مردم محترم میشه، سوال و جواب فایده میکنه. مؤمن همین قسم است. مؤمن موقعی که از اون میپرسه که من ربک، من دینک، من قبلتک، خدایت کیست، پیغمبرت کیست، قبلت چیست، ما از کجا پیدا کردی، با کجا خرج کردی، با عمر چی کردی، جواب بلد مؤمن. کدام مؤمن؟ اونو مؤمنی که تا زنده است بیاین در مراکز دینی، برن پیش علمای دینی، بخوانن کتابهای دینی را، احکام خدا را بلد بشن، بعد آماده دیگه برای امتحان. مفادش اینه. اما بالعکس برای کفار چیه؟ برای مؤمن نوید است، چراغ سبز نشان دادن است به اصطلاح. برای کفاری که برای فساق، برای اونایی که یک عمر از خدا بیگانه بوده، مدت هاست روش طرف قبله نکرده، مدت هاست که او حقایق اسلام درک نکرده، با ظواهر اسلام سرگرم بوده. چی؟ ما مسلمان خیلی خوب مسلمان هستیم، از این محرم در دیگه محرم سیاه میپوشیم، ایج نپوش سیاه، یا سینه میزنیم، یا گریه بی‌معرفت میکنیم. این گریه بی‌معرفت نه تنها که مفید نیست، به حکم ائمه اطهار این مضر است، انسان را در بیراهه کاذبانه میکشانه. ببینیم که ما وقتی که در رابطه با گریه امام حسین میگیم که من بکا و تباکا وجب له الجنه، کسی گریه کنه برای امام حسین واجب میشه جنه، کی؟ عارفن لحقه، عارف باشه به حق امام حسین، عارف باشه به حرف امام حسین. امام حسین قبول دارم خمس نمیتون، امام حسین قبول دارم نماز نمیخوانم، امام حسین قبول دارم شراب مفروشم، امام حسین قبول دارم به پدر و مادر احترام قائل نمیشم. گریه کن، ظواهر مسلمان را بدبخت ساختم که مردم به ظاهر دلگرم، به الفاظ دلخوشن که ما چنین و چنان هستیم. خدا از اینا نمیپرسه در قیامت که آقا تو سینه زدی یا نزدی، تو پیران سیاه پوشیدی یا نپوشیدی، میپرسه گفتم به قبر از چند چیز از شما، از اونها پرسش میشه. اینها کار خوب است، شد شد، نشد پرسش به اینها نیست، باید متوجه باشیم. پس مفاد پرسش پاسخ هم با شما عرض کردم. سوال دیگر باقی ماند. شما میگین که در قبر فشار هست، این فشار چه قسمی هست؟ ویژه قبر است یا غیر از آن هم فشار وجود دارد؟ روایت کلینی از یونس، او روایت کرده از حضرت امام رضا علیه السلام که کسی خدمت امام رضا علیه السلام آمد گفت آقا اگر کسی
او در هوا جان بدهد. در دار آویزان کرده مثل صدام. او در دار آویزان بود، در هوا جان دادم. این فشار قبر داره یا ندارم؟ این فشار قبر چطور میشه؟ امام رضا علیه السلام فرمود که خداوند به باد امر میکند، به هوا امر میکند که او را همانند اون کسی که در قبر است و فشار میبیند، فشار باید ببیند. از امام صادق، صادق آل محمد علیه السلام پرسیدند. او کسی که در دریا غرق میشه چطوره؟ او کسی که در فضا جان میده چطوره؟ حضرت فرمود که خدای فضا هم ابو خداست، خدای دریا هم ابو خداست، خدای قبر هم ابو خداست. این خدا اونی که به دریا غرق میشه، به دریا دستور میده که باید فشار ببینه، فشار حقه. اونی که در هوا جان میده، هوا رو میگه که باید فشار بده. اونی که در قبر است، در قبر فشار میبینه. اما در قبر چطور فشار میبینه؟ این منطقی که میگن دیوارای قبر نزدیک شد و بدن یک نفر گرفت و فشار داد و یه استخوان از او رد کرد، اینا غلطه، درست نیه. فشار هست در قبر، اما فشار، فشار روحیه. اما قسمی که خود روح شما نمیبینید، فشار روح هم نمیبینید. فشار، فشار روحی است. آقای فلسفی مرحوم، خدا مغفرت کنه، نمیدانم 30 سال قبل کی بوده، یک کتاب به نام معاد داشت در افغانستان، من مطالعه کرده بودم. اون نظرش این بود که می گفت اینی که بگوییم دیوارهای قبر نزدیک می شود و یک میت فشار می ده، یک حرف مزخرفه. فشار هست بر جسم و بر روح طبق نظر ایشان، اما فشار، فشار روحی است. فشار روحی قابل لمس نیست، قابل مشاهده نیست، دیده نمیتونیم. مثل میزنه، مثل یک نفری که اعدامیه، اعدام شده، حکم اعدام صادر شده که آقا رو فردا ببرن و اعدام بکنن. این شبی که این اعدامی فردا موقع اعدامش هست، چقدر فشار میبینم؟ این فشار آنقدر سخت است که از هر فشار کرده سخت‌تر است، ولی محسوس نیست، ما نمی‌دانیم. او خودش در دل خودش فشار محسوس است، ولی ما نمی‌دانیم. فشار قبر هم همین طوریه، از درک ما بالاست، ما درک کرده نمی‌تونیم و نفس فشار وجود داره. چه چیزها فشار آقایان زیاد میکنه؟ چه چیزها فشار قبر زیاد میکنه؟ چه چیزها فشار قبر کم میکنه؟ ما از روی یک سلسله برداشت ها و مطالعاتی که دارم بعضی چیزها را به شما عرض میکنم. یکی از چیزها آقایان که فشار قبر زیاد میکند، ضایع کردن نعمت خدا و کفران نعمت خدایه. ضایع کردن نعمت خدا یعنی چی؟ یعنی همی عروسی ها، یعنی همی مهمانی ها که در عروسی ها، مهمانی ها 10-20 رقم غذا تهیه میشه. بعد این کل غذا را که نمیتونن بخورن، باقی مانده غذا را میبرن به کجا میاندازن؟ سطل اشغال میاندازن. این ضایع میشه.
که اینمه غذا را ضایع کردی فشار قبرت هم زیاد میشه، خاطر جمع باشم. اول که این قدر اسراف و غذای متنوع در رقم و بس رقم لازم نیست، بالفرض کردید باقی مان، این ننگ نیست. غذا را بردارین، دیگاه را ببرین، با خانه‌ی خود بیارین، با همسایه هایتان بدین، با خانه دوستا رایی کنین، با این مهاجرهایی که در این کمپ هست با اونا رایی کنین، ضایع نکنید. اگر ضایع کردیم در قیامت هم مسئول هستیم، فشار قبر شما هم زیاد میشه. دیگر کفران نعمت، کفران نعمت فشار قبر زیاد میکنه. کفران نعمت چیه؟ خدا به ما از سر تا پای وجود ما غرق در نعمت خدا است. کفرانش چیه؟ خدا به ما چشم داره، یک نعمت است. استفاده از این نعمت این است که با این چشم ها ما به خطوط قرآن نگاه کنیم، با این چشم ها به خطوط کتب علمیه نگاه کنیم، علم بیاموزیم، با این چشم ها ما به محارم خود نگاه کنیم. این شکرانی از این نعمت هست. کفرانش چیه؟ که همه چشم خدا به ما داده، این چشم رو به نامحرم بدوزیم. این کفرانی نعمت میشه. دست نعمت هست، پای نعمت هست، چشم نعمت هست، زبان نعمت هست، غرق در نعمت خدا هستیم. کفران این نعمت، هر دست از خود وظیفه داره، پا وظیفه داره، گوش وظیفه داره، چشم وظیفه داره، زبان وظیفه داره، نعمتهای خدا هست. اگر استفاده درست کردی شکرانه، استفاده درست نکردی کفران است. یکی از آثار شومش همین است که فشار قبر بر شما خیلی زیاد میکند. و دیگر چیزی که فشار قبر زیاد میکند غیبت کردن است، حسد نمودن است، نمامی کردن است، بد اخلاقی کردن است. بد اخلاقی با هر کس باشد بد است، مخصوصا بد اخلاقی در خانه و خانواده با زن و بچه و دختر و اینها. این بد اخلاقی سبب اونطور فشار میشه که اسباب تعجب مردود میشه. آقا یک مقدار اخلاق داشته باشه، موقعی که به خانه میآید یا زنگ در به صدا در میآید که آقا آمد، از ترس بچه او طرف بگرست، دختر او طرف بگرست، رنگ صورت خانم بپره که ایفریت آمد، بلا آمد. این واقعا خیلی خطرناک گذشته. با اخلاق زندگی کنم، گذشت در امور خانوادگی داشته باشد. که من پار سال بود که در رابطه با مسئله ازدواج خانوادگی در این باره زیاد صحبت کردیم با شما، و خواهرهای ما هم که در خانه هستن متوجه باشن که عملی را انجام ندهن که سبب بد اخلاقی شوهر فراهم بکنن. یک روز حوصله، دو روز حوصله، سه روز حوصله، بالاخره منفجر میشن. که منفجر شد، هم خود خراب کرده این خانم، هم شوهر خراب کرده. این هم یک مقدار گذشت سازش داشته باشد که اونها هم یکی دیگه از چیزهایی که سبب فشار قبر میشه در بهار الانوار نوشته کرده. ما در بهار ندیدم، در کتاب دیگه دیدم که از بهار الانوار روایت کرده. یکی از چیزهایی که سبب فشار قبر بر یک زن میشه اذیت کردن اون زن شوهره. اون زنی که شوهر خود اذیت میکنه فشار قبرش خیلی ها زیاد میشه. و همه قسم که در این چیزها فشار قبر زیاد میشه، چیزهایی هست که فشار قبر کم میکنه.
یکی از چیزهایی که فشار قبر کم میکند نماز شب است، که کسی در دل شب بخیزد با خدا راز و نیاز بکند، نماز شب را به جا بیاورد. که در فضیلت صحبت کرده بودم، تکرار نمی کنم، در اینها کاری میشه که فشار قبر آسان میشه، که بیشتر وقت شما را نگیرم. امشب شبی یازده، امروز روزی یازدهم بود، هرچی مصیبت بود آقایان، دیشب در همین جا آنقدر جا زیق بود که مثل خشت مردم چیده بودیم، بازم یک تعداد پشت در ماندن. امشب نسبت به دیشب خیلی تعداد مستمعین کم آمده، در حالی که مصیبت امشب زیاده. مصیبت امام حسین زینب از عاشورا با بعد شروع میشه. اسیری زینب از عاشورا با بعد شروع میشه. امی یازده محرم که اهل البیت آوردن، از کدام را عبور بدیم؟ دستور دادن ظالما که از قتلگاه عبور بدیم. گفت از قتلگاه چرا عبور بدیم؟ گفته امی اسیران نظرش به هیچ شهیدای پارچه پارچه بیفته، دلشان بسوزد، بیشتر اذیت شود. آوردن از طریق قتلگاه اینها را، اسیران را عبور دادن. این اسیران که بر ناقه های برهنه سوار هستند، در قتلگاه که رسیدن، هر اسیر خود از شتر با زمین انداخت، بالای جسد پاره پاره یک شهید رفت، خودش انداخت و مشغول گریه شد. اما زینب دید که سرگردان اینور و اونور میگردد، یک دختر صدا کرد، اما چرا سرگردانی اینور و اونور میگردی؟ صدا کرد، نور دیده ای اما، گلی دارم که گم کردم من او را، به هر طرف میره و هر طرف میره و میجویم او را، حسین خود گم کردیم. خود یک جای رسید، دید که یک تپه از شمشیر شکسته، نیزه شکسته، سنگ و کلوخ جمع شده. زینب اونجا نشست، سنگ و کلوخ کنار زد، از زیر سنگ و کلوخ بدن پاره پاره حسین را بیرون آورد، بلند کرد، خدا این قلیل قربانی را از آل محمد قبول بفرما. در این گفتگو بود زینب هی با برادرش درد دل میکرد، که یک مرتبه دید که یک دختر خردسال آمد، صدا زد، اما هازا نعش من، آخ یک دختر آمد، صدا زد، اما این نشی کیه که باید صحبت میکنی؟ زینب صدا کرد، نور دیده، این نشی بابایت حسینه که تا چندی قبل روی سینه از جای تو بود. دختر دید نشی پدر است، خود را انداخت بالای نشی پدر، دستهای خودش را به گردن بریده پدر حمایل کرد، با پدر درد دل می کرد. لشکر یزید با خبر شد، آمد او سرا بلند شن برین، او سرا را جدا کرد، دختر حسین جدا نمیشه. شمر آمد چنان سیلی به صورت دختر حسین آشنا کرد، و آن دختر را جدا ساخت. الحمدلله ولی الاتمام و موفق الاختتام، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و اهل بیته البرر الکرام. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، دا مرتبه صمیم قلب و با آواز بلند بگو یا الله 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 یا الله، برای برآوردن حاجات و شفای مریضا و
رفع مشکلات مسافرها و اونهایی که بین راه ماندن، اونهایی که در کمپ ها هستن، حاجت های دیگه دارین. پنج مرتبه اما یجی، همه با هم اما یجی مول مستر دادا و یکف سولند، 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 اما یجی مول مستر دادا و یکف سولند. یا حامد بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. الهی از همه مؤمنین و مؤمنات که در این چند شبانه روز در مراکز دینی در حسینیه ها رفتن، عزاداری برپا کردن، احکام خدا را شنیدن، از همه به کرمت قبول بفرما. اعمال همه ما را خالی از ریا بگردان. به توفیقات برادرانی که در این مرکز و سایر مراکز فراشی کردن، نگهبانی کردن، امنیت گرفتن، نظر دادن، کارهای دیگر کردن، خواهرای ما زحمت کشیدن، فراشی کردن، کمک جمع‌آوری کردن. خدایا این زحمت کشان را به هر مشکلی که درمانن، حسین ابن علی را به فریادشان برسان. الهی دشمنان اسلام و تشیع، القاعده، طالب، داعش، امثالهم را خدایا به زودی زود نابود بگردان. کشورهای اسلامی و تشیع را از شر اینها محفوظ بگردان. مریض های کافه مؤمنین، ملتمسین دعا، سراتن سرطانی ها، کسان دیگری که التماس دعا کردن، خدایا همه را از روی حسین و امام زین العابدین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. الهی ما و فرزندان ما و اهل و عیال ما را با دین اسلام زنده بدار، با دین اسلام بمیران. خدایا تو با ما توفیق عبادت، ترک معصیت، تو با ما ارزانی بدار. الهی تعجیل در ظهور یگانه ولیت بفرمان. ما را از جمله انصار و اعوانش قرار بده. اللهم اخذ لنا حوائجنا الشرعیه، ظاهریه و الباطنیه، دنیویه و اخرویه، بحق محمد و آله خیر البریه، و بحق سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.